أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما صدق الله العظيم خوشحال هستم که باز امروز در خدمت شما در سلسله برنامه های وصیت های رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داریم. بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما تحت عنوان فضیلت تلاوت قرآن، آداب تلاوت قرآن و مسئولیت ما در برابر قرآن و حقوق قرآن است. خیلی موضوع مهم است. بدون شک قرآن کتاب سرنوشت سازی است برای بشریت. قرآن کتاب جاودانه الهی است تا به روز قیامت باقی هست. قرآن یگانه کتاب جامع شامل و همه جانبه هست که پاسخگوی تمام نیازمندی های مادی و معنوی بشریت تا روز قیامت هست. بنابراین این کتاب مقدس و این کتاب مبارک که یکی از جمله افتخارات بزرگ جهان اسلام است و از جمله معجزه بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، معجزه‌ای که هرگز قابل تحریف و تغییر نیست و تا قام قیامت اگر هم باقی بماند یک حرف و کلمه اش را کسی تغییر داده نمیتواند و از جمله کتاب‌هایی است که هر مؤمن و مسلمان شبان روز زندگی ما با این گره خورده و ما مسئولیت داریم که باید این قرآن را بخوانیم، بدانیم، بفهمیم و برای دیگران برسانیم. نکته اول آداب تلاوت قرآن. در خود قرآن ذکر است که قرآن چند تا آداب برای تلاوتش داره. یعنی زمانی که یک مؤمن و مسلمان میخواهد قرآن تلاوت بکند این آداب را باید رعایت بکند. اولین آداب تلاوت قرآن طهارت به پاکیزگی هست. یعنی وقتی یک مؤمن میخواهد قرآن بخوانه باید اول طهارت بگیره، پاکیزه باشه و قرآن رو برداره و لمس بکنه و تلاوت بکنه. و این به چند معناست. یکی طهارت به پاکیزگی از جنابت است، از حیض و نفاس است، از عادت ماهوار است که یعنی باید پاک باشه. به این معنا که اگر زن در وقت عادت ماهوار باشه و یا مرد جنوب باشه، زن جنوب باشه، یا مثلا در وقت خون نفاس باشه، وقتی که بچه متولد میشه و خونی که بعد از بچه بیرون میشه، اگر در این حالات قرار داشته باشه نمیتواند قرآن تلاوت بکنه. برایش دیگه ذکر و اذکار درست است، اما نمیتواند قرآن مجسمن جسم قرآن به دستش بگیرد و تلاوت بکند. این برایش اجازه نیست. و قرآن میگه لا یمسه الا المطهرون، این قرآن مساس نمی کنن جز پاکان. به این لحاظ ادعی از فقها و علمای ما استدلالشان است که در وقت تلاوت قرآن انسان باید پاک باشه، یعنی طهارت داشته باشه، خدای ناکرده جنوب نباشه یا به تعبیر دیگر بی وضو نباشه. حتی ادعی علما به این نظرن که وضوی مثل وضوی نماز که میگیری عین همون رقم باید طهارت داشته باشه انسان قرآن تلاوت بکنه. اما گرچه که در این مورد اختلاف است، ادعی از علما به این نظر هستند که این آیت منظورش فرشتگان است که در لوح محفوظ قرآن را همیشه لمس میکنند، که اونها پاک هستند، هیچ گناه و به اصطلاح کدام پلیتی در وجود اونها نیست. به هر حال بهتر است، احسن است که انسان در وقت تلاوت قرآن باید طهارت داشته باشه. اما اگر کسی از موبایل میخواند یا از حفظ تلاوت میکند بدون اینکه قرآن به دستش بگیرد، برای این کاملا درست است، جایز است، بدون طهارت میتونه قرآن تلاوت بکند. این اولین آداب تلاوت قرآن، یعنی طهارت. دوم، در وقت تلاوت قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خواندن، یعنی به الله پناه بردن از شر شیطان رانده شده. الله سبحانه و تعالی میفرماید فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. وقت قرآن تلاوت میکنید باید به الله پناه ببرید از شر شیطان رانده شده. و سومین آداب تلاوت قرآن گوش دادن به قرآن است. اگر کسی در فامیلتان یا از طریق تلویزیون یا رادیو یا از اعضای فامیل کسی تلاوت میکنه، کوشش بکنید که گوش بگیرید تلاوت اونها را.
یا اگر وقت گوش نمیگیرید تلویزیون و رادیویتان را خاموش بکنید. اگر احیانا متوجه نمیشوید و قرآن را گوش نمیگیرید. چرا؟ الله دستور داده و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقتی که قرآن تلاوت میشه باید گوش بدهید به قرآن، سکوت بکنید، یعنی خوب آداب را رعایت بکنید. لعلكم ترحمون، تا اینکه شما رستگار بشوید، یا شاید که با این گوش دادنتان به قرآن شما مشمول رحمت الهی قرار بگیرید. یعنی سومین آداب تلاوت قرآن گوش دادن به قرآن است. چهارم، از هر جایی که آسان است به شما بخوانید. خیلی از برادران عزیز ما، خواهران عزیز و بزرگوار ما دلیل می آورند والله ما که قرآن یاد نداریم، یا فلان سوره را بلد استیم کدام سوره دیگر را بلد نیستیم. برادر عزیزم، خواهر عزیزم، هر جایی که از قرآن یاد داری همینجا را تلاوت بکن. الله تبارک و تعالی می فرماید فقرأوا ما تیسر من القرآن، بخوانید هر جایی که از قرآن برای شما آسان است. اگر 10 سوره بلد هستی همون 10 سوره را تلاوت بکن، 5 سوره یاد داری همون 5 سوره را تلاوت بکن، هر سوره هایی که از وسط قرآن یاد داری، جایی که از حفظ داری همونجا را تلاوت بکن، هر جایی که به شما آسان است. این دلیل شده نمیتوانه که تو قرآن تلاوت نکنی که والله ما کل قرآن یاد نداره. و این فرض و واجب هم نیست که تو از اول قرآن بگیری تا اخیر قرآن حتمی باید بخوانی. هر جایی که برایت راحت تر است و آسان تر است. گاه وقتی بعضی سورای قرآن خیلی برای انسان لذت بخش است، همه قرآن لذت بخش است، اما بعضی سورها خصوصیات خاص خودش داره، مثل سوره یاسین، سوره الرحمن، سوره واقعه، تبارک الذی، یا در مجموع مثلا آیت الکرسی، یا در مجموع جزء 30 قرآن، یعنی جزء اخیر قرآن که سوره های کوتاه کوتاهی داره. به اول هاز چهارمین آدام تلاوت قرآن است که هر جایی به شما آسان است همونجا را بخوانید. حتی از حفظ، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشترین فضیلت را میگه در سوره است که اون سوره همه او را یاد دارید و هم برایتان آسان است. سوره اخلاص میگه کسی سوره اخلاص داره، یعنی سوره قل هو الله، سه مرتبه بخوانه گویا کل قرآن ختم کرده. پس چی خوب است هنگامی که مصروف آشپزی هستی، مصروف دریوری هستی، پشت کامپیوتر نشسته هستی، مصروف کار هستی، این سوره را با خودتان تلاوت بکنید. اگر 100 مرتبه کسی این روز این سوره را تلاوت بکنه، شما تصور بکنید چند ختم قرآن میشه براش. و این چیزی است که ما برای این باور داریم، ایمان داریم، رسول الله گفته این حرفه، حرفی پدرم نیست یا حرفی کسی دیگه باشه. بنابراین هر جایی که از قرآن آسان است به شما همونجا را تلاوت بکنید و بهانه نیاورید برای عدم تلاوت قرآن عظیم الشان. بنابراین این آداب تلاوت است. طهارت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن، گوش دادن به قرآن، و چهارم آسان خواندن قرآن. هر جایی که آسان است از قرآن به شما همونجا را خواندن. پنجم، ترتیل خواندن قرآن. بروید وقت بدهید برایتان قرآن درست با تجوید بخوانید اگر فرصت و زمینه برایتان مساعد است، ولی متاسفانه ما وقت نمیدیم. امروز الحمدلله چقدر حفاظ عزیز ما، قرای عزیز ما، استادان قرآن ما چقدر زیاد هستند، ولی چون ارزش نمیدهید، وقت نمیدهید، در نتیجه خیلی عزیزان ما دلیل میآورند که ما قرآن به ترتیب خوانده نمیتونیم، یعنی به تجوید همون ترتیب ساده یاد داریم، گرچه که همون هم درست است، اما اگر زمینه مساعد است برای شما باید این آداب قرآن را یاد بگیرید. چرا؟ الله میگه ورتل القرآن ترتیلا، قرآن را طوری بخوانید که نازل شده. و پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه الله دوست دارد که از بنده اش بشنود آواز تلاوت قرآن را، که بنده اش قرآن میخواند طوری بخواند که الله را نازل کرد، یعنی درست بخوانید. چقدر ظلم میکنیم در یرس ما مسلمان ها. اگر فردای قیامت از تو ثروتمند الله پرسان بکنه که چند میلیون پولی تا برای تعلیم و تعلم قرآن سرمایه گذاری کردی، چی میگی؟ اگر فردای قیامت از تو کسی خدا پرسان بکنه که چقدر زحمت کشیدی به خاطر یاد گرفتن قرآن، چقدر هزینه کردی و مصرف کردی از ثروتت به خاطر تعلیم و تعلم قرآن برای خانواده‌ات و برای فرزندان مسلمان دیگر، چی جواب داری؟ ولی امروز مسلمان حاضر است برای همه علوم دیگر تلاش میکند. ما نمیگیم خدا اینا کرده اون نادرست است و درست نیست، نه، بلکه اسلام میگه هر علمی که بشریت نیاز داره برای انسان ها فرض کفایه است که یاد بگیرن. اما
قرآن جزء ضروریات مسلمان است، جزء علوم فرضی است بر مسلمان که باید قرآن یاد بگیریم. چی خوب است که مسلمان هم قرآن یاد داشته باشه هم علوم دیگر. ولی ما شاید ممکن بی یک بار $100 فیس برای یک مضمونی یا ریاضی یا فیزیک یا کیمیا یا بیولوژی یا انگلیسی یا مثلا تعلیم زبان دیگری برای فرزندانمان هزینه بکنیم، ولی زمانی که قضیه قرآن میرسه توقع دارید که او را مفت بیاموزند؟ می خوب برای قرآن هم اگر کسی پول داده؟ این قرآن با خون صحابه، با مال صحابه، با جان صحابه تا اینجا رسیده با ما و خودید. میلیون ها میلیون پول صحابه مصرف شده تا این قرآن به امروز برای خودید رسیده و تو مسئولی که ایره برای نسل آینده انتقال بدی. ترتیل درست خواندن قرآن اگر توانشتان هست، اگر نیست که همون ترتیبی ساده هم بخوانید الله قبول میکنه. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه برای کسانی که زحمت کشیدن، زمینه مساعد بوده، تلاش کردن، قرآن یاد نگرفتن، ولی بازم بسیار با مشقت میخوانن. برای کسی که قرآن به سختی میخوانه، خیلی مادران ما هستن که میگه ما بسیار با مشکل میخوانیم، پدران ما هستن میگن ما با مشکل میخوانیم. برای کسی که قرآن با مشکل میخوانه الله برش دو اجر میده. یکی اجر تلاوت قرآن است که اجر و پاداش مشقت و سختی هایی که کشیده. و ششمین آداب تلاوت قرآن که خیلی مهم است، تدبر و تفکر در قرآن است که ما باید ایراد یاد بگیریم. زمانی که قرآن میخوانی فکر بکن که این قرآن با تو چی میگه، چی صحبت میکنه، الله همراه چی گونه صحبت میکنه، با تو چی میگه. شما تصور بکنید قرآن یک نامه است، شبیه یک نامه. اگر یک نامه خیلی مهم از جانب یک دوستتان به شما بیاید و شما نتوانید که او را بخوانید یا بخوانید قدرت فهم نداشته باشید، نفهمید که در این نامه چی گفت، از شما چی خواست و برای شما چی پیام داد، چقدر سخت تمام میشه به شما. هرگز نمیتوانید مسئولیتتان را در برابر اون نامه ادا بکنید. قرآن نامه است که از طرف بهترین دوست ما، الله دوست انسان هاست، الله ولی الذین آمنوا، خداوند دوست مؤمنان است، این نامه را روان کرده. اگر تو نفهمی که چی گفت، به همون لحاظ است که نمیتونی عمل بکنی. خیلی کسا در حال تلاوت قرآن با این آیه قرآن میرسه، الا لعنت الله علی الکاذبین یا فنظر کیف کان عاقبت المکذبین. در این اسنا به دروازه در میزنن، بچه خود میگه برو بگو پدرم به خانه نیست، یعنی دروغ میگه، در حالی که سر آیتی رسیده که این آیت انسان از دروغ گفتن منع میکنه. یا با این آیات میرسد خواهر عزیز ما، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یضنین علیهن من جلابیبهن، بگو ای پیامبر برای همسرانت، برای دخترانت، بگو برای زنان مؤمن که حجابشان را رعایت بکنن. ولی ممکن کسی قرآن تلاوت میکنه خودش بی حجاب باشه، چون نمیدانه که قرآن چی میگه برایش. ولی این به این معنا نیست که اگر کسی بی حجاب بود قرآن نخوانه، نه، این قرآن مال همه هست، مال گناهکار، مال عابد، مال زاهد، مال بی حجاب و با حجاب، همه باید بخوانیم تا بدانیم و اصلاح بشویم. بنابراین عزیزان من، این آداب تلاوت قرآن بود. اول طهارت، دوم اعوذ بالله خواندن هنگام تلاوت قرآن، سوم گوش دادن به قرآن، چهارم هر جایی که آسان است از شما او را بخوانید، پنجم درست خواندن و ترتیب خواندن قرآن، ششمم تدبر و تفکر در آیات قرآن وقتی که تلاوت میکنید. اما نکته دیگر، حقوق قرآن بالای ما چیست؟ چند حق داره قرآن بالای پیروانش؟ یک، حق ایمان. ایمانتان رو درست بکنید به قرآن، یعنی ایمان به این معنا که ما باور داریم، عقیده داریم، تصدیق میکنیم، اقرار میکنیم که این قرآن کلام الله است، از جانب الله نازل شده و این قرآن کلام رسول الله یا تراوش و افکار محمد نیست، بلکه کلام الله و رسول الله نازل شده که رسول الله ایره به ما انتقال داد و لفظ و معنای قرآن از جانب الله است. این قرآن یک کتاب مقدس، مبارک و کتاب شامل، کامل و جامع است. ایمان به قرآن از جمله حقوق قرآن است که همه ما الحمدلله ایمان داریم به قرآن. دوم، بعد از ایمان یاد گرفتن قرآن از جمله حق قرآن است. فرض است، واجب است بالای هر زن و مرد مسلمان که این قرآن یاد بگیره.
اگر کل قرآن رو نمیدانید حداقل یک قسمتی یک بخش از قرآن باید یاد بگیرید، حتی به اندازه‌ای که در نماز بخونه سوره هایی که انسان تلاوت میکنه مثل سوره الحمدلله یا سوره کوثر، قل هو الله، چند سوره کوتاه فرض است، فرض عین برای زن و مرد مسلمان که باید یاد بگیره. اگر تو این سوره ها رو یاد نگیری در نماز چی میخونه؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه قلبی که در او قلبی هیچ آیه و یا کلمه و یا سوره از قرآن نباشد مثل یک خانه ویرانه هست. به این لحاظ یاد گرفتن قرآن به صورت کل برای زن و مرد مسلمان از جمله ضروریات است. حق قرآن است که این قرآن باید یاد بگیری و متاسفانه در این راستا کم رسی میشه. و چی اجر عظیمی داره که اگر شما در این راستا تلاش بکنید، باور بکنید این صدقه اجر و پاداشش قابل محاسبه نیست که یک کسی ثروتش در جایی تخصیص بده برای یاد گرفتن قرآن، بچه ها و دخترها و زن و مرد مسلمان دعوت بکنه و چند تا استاد انتخاب بکنه که برای اینها فقط قرآن بیاموزن و در طول عمرشان هر قدر اونها قرآن تلاوت بکنه و این پیام قرآن به دیگران برسانه، اگر اونها شاگردی تعلیم بده، این اجر و مزد در او کسی میبره که توسط او این بنیاد جور شده یا این زمین مساعد شده. ولی مسلمان حاضر نیست امروز، به جای این که حاضر نیست که سرمایه گذاری بکنه روی یاد گرفتن قرآن، حتی حاضر نیست بچه و دختر و زن و فرزندش تشویق بکنه برای تلاوت قرآن. صحابه چقدر اهمیت میدادن برای قضیه. عبدالله ابن مسعود یکی از جمله دانشمندان و بزرگان صحابه است. زمان وفاتش حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه برای عبدالله ابن مسعود پیشنهاد میکنه، چون او همه اولاداش دختر بودند، برش میگه ای عبدالله اگر اجازه میدهی یک مقدار یک معاش از بیت المال برای فرزندانت انتخاب بکنم تا بعد از مرگت اینها پریشان نشوند. در حالی که صحابه بعد از مرگ یکی دیگر از اهل بیت یکی دیگر خبردار بودند، مسئولیت پذیر بودند، مثل من و خودت نبودند که میلیون ها یتیم و فقیر در کوچه ها داد میزنه، به خودت مصروف عیاشی یک روز در اروپا است و یک روز در آمریکا است و یک روز در دبی چکر میزنی، پولت به مصرف اونجا رسانده روان است و فردای قیامت باید پاسخ اینها را بدهی در پیشگاه خدا، چون پیامبر وعده داد و گفته که از ثروتمند دو تا سوال میشه، از کجا پیدا کردی این مال و کجا مصرف کردی، اینو مگر جواب بده. وقتی حضرت عثمان این گپ رو میزنه، عبدالله ابن مسعود میگه که یا امیرالمومنین، قسم به خدای که رسول الله را به رسالت فرستاده، من چیزی تعلیم ندادم برای فرزندانم تا فردا پریشان باشم. من به اینها قرآن تعلیم دادم، سوره واقعه را تعلیم دادم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کسی که سوره واقعه را هر شب تلاوت بکنه هرگز در عمرش فقیر نمیشه. من باور دارم، اعتقاد دارم به او قرآنی که بر اینها تعلیم دادم، فرزندانم صبح و شام قرآن تلاوت میکنن و اینها هرگز محتاج نمیشه. یعنی هدف سر یاد گرفتن قرآن است عزیزان من. دومین حق قرآن یاد گرفتن قرآن برای زن و مرد مسلمان. برای فرزندانتان بیاموزونید این قرآن را، تعلیم بدهید که یاد بگیرن. و سومین حقوق قرآن بعد از یاد گرفتن فهمیدن قرآن است. فهم قرآن برای زن و مرد مسلمان ضرور است. تا زمانی که این قرآن نفهمی چگونه عمل میکنی؟ برو پیش یک امام، پیش یک استاد، پیش یک قاری، پیش یک حافظ، پیش یک عالم، پیش یک دانشمند قرآن زانو بزن، بگو برش که 50 سال است که میخوانم الحمدلله رب العالمین، ای الحمدلله چی معنا داره؟ ای قل هو الله احد چی معنا داره؟ چی مفهوم داره؟ چی پیامی داره؟ فهم قرآن عظیم و شان. بگیرید یک استاد انتخاب بکنید در فامیلیتان که حداقل هفته یک ساعت روزانه، یک ساعت، نیم ساعت، 20 دقیقه یک آیه قرآن تعلیم بده برای فرزندان و خانواده ایمان، ترجمه به تفسیرش بکنه. یا اگر خودتان توان دارید، الحمدلله امروز در هر فامیل یک باسواد است، یک تفسیری فارسی قرآن بگیرید در خانه، روزی یک آیه برای فامیل بخوانید و ترجمه بکنید که این آیه این معنایش است، این پیامش است، این مسائلی است که مربوط به این آیه میشه، تا جامعه ما یک جامعه قرآن فهم بشه. 90% مشکلاتی که امروز دامنگیر امت اسلام است عدم برداشت به فهم اینها از قرآن است، چون نمیدانیم ما قرآن را. والله اگر جوان بفهمه که قرآن شراب را حرام گفته، شراب نمیخورد.
اگر زن مسلمان بفهمه که قرآن بی حجابی رو چی گفته، دیگه بی حجابی نمیکنه. مشکل ما ایست. سومین حق قرآن فهم قرآن. چهارمین حق قرآن بعد از فهمیدن قرآن عمل کردن به قرآن است. مشکل ما این مشکل است، مشکل بی عملی است. وگرنه در جامعه ما خیلی قرآن فهما و قرآن دانا و قرآن خوانا زیاد است. سالانه میلیون ها میلیون حافظ قرآن در دنیا فارق میشن از بخش حفظ قرآن، و خیلی داریم کسایی که قرآن میفهمن ولی عمل نیست. تا زمانی که عمل نکنید مشکل ما حل نمیشه. چهارمین حق قرآن عمل به قرآن. پنجم، بعد از اینکه ایمان آوردید، قرآن یاد گرفتید، فهمیدید، عمل کردید، پنجمین مسئولیتی در برابر قرآن به حقوق قرآن، رساندن قرآن برای دیگران است، برای جهانیان. با مالید، با زبانید، با جانید، با توانید، آنچه که در توان داری برای پخش و نشر قرآن و برای رساندن قرآن برای دیگران باید تلاش بود. من ترس ای را دارم، من می ترسم که روز قیامت در دروازه بهشت از گریبان ما یهود و مسیحیت بگیرن، کفار و مشرکین بگیرن و بگن خاک بر سرت مسلمان، که همه ابزار و اسباب و وسائلی، رفاه و آسایش و راحتی را در دنیا ما به شما مهیا کردیم، به خدمت شما قرار دادیم، شما نتوانستید حداقل این کلام الهی را به ما برسانید، این پیام الهی را. بنابراین این مسئولیت و وجیبی هر مسلمان است که باید تلاش بکند قرآن را برای دیگران برساند. این وجیبه ماست، مسئولیت ماست رساندن قرآن. نکته دیگر این حقوق قرآن بود. مسئله دیگر در ارتباط به فضیلت قرآن، چیزی که امروز ما مسلمان ها متاسفانه چسبیدیم به او. قرآن خیلی اجر داره، خیلی پاداش داره، خیلی ثواب داره تلاوت قرآن. اما این به این معنا نیست که ما جهت دیگر قرآن، اهداف نزول قرآن را فراموش بکنیم و چسبیدیم فقط قرآن را برای ثواب تلاوت بکنیم. باور بکنید از روزی که مسلمان ها قرآن به خاطر ثواب میخوانن، نه به خاطر عمل، نه به خاطر تطبیق در زندگی، روز به روز با مشکل بیشتر دچار میشه. قرآن خیلی ثواب داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هر کلمه‌ای که شما میخوانید، هر حرفتان معادل یک نیکی، و یک نیکی در اسلام معادل 10 برابر پاداش داده میشه. و من نمیگم الف لام میم یک حرف، بلکه الفش یک حرف، لامش یک حرف، میمش یک حرف. و شما تصور بکنید کسی از اول قرآن تا آخر قرآن رو بخونه، ختم بکنه، این اجر و پاداشش قابل محاسبه نیست. و شما باور بکنید یک روز سر یک کلاس درس شاگردا از امتقاضا کردن که استاد از فضیلت قرآن برای ما بگو، و من به اونها گفتم که شما یک صفحه قرآن رو حساب بکنید چند حرف داره از اول تا آخر. وقتی که حساب کردن گفتم تلاوت بکنید، روی ساعت قید بکنید چند دقیقه در بر میگیره. وقتی تلاوت کردن یک صفحه قرآن تلاوتش تقریبا 3 دقیقه یا 2 دقیقه در بر میگیره مکمل. و بعدا نظر به این تعبیر رسول الله که میگه معادل هر حرفی به شما یک حسنه داده میشه، و یک نیکی در اسلام ضرب در 10 است. وقتی که ما این ضرب زدیم با 2 دقیقه، یعنی مطالعه یک صفحه قرآن تقریبا 7,500 نیکی به پاداش برای انسان داده میشه. در حالی که بعضی صفات قرآن فرق داره، بعضی زیادتر است و بعضی کمتر است. یعنی به هر حال اگر شما در روزانه 2 صفحه قرآن تلاوت بکنید با تدبر و تفکر، با اندیشه، با برداشت که از او چیزی رو بیاموزید، اجر و پاداشتان قابل محاسبه نیست. ولی متاسفانه بسیار از ما مسلمان ها قرآن رو به او اهدافی که نازل شده تلاوت نمی کنید. همه که یک کسی فوت کرد شروع میشه قرآن تلاوت کردن. سر قبرستان اول پایین مرده و پایین پای مرده و بالای سر مرده ایستاد بشوید قرآن تلاوت بکنید. در حالی که این جزء اهداف نزول قرآن نیست. قرآن کتابی است برای زندگی کردن. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. این قرآن آمده تا ما را از تاریکی نجات بده. قرآن کتابی است برای زندگی کردن. زندگی تا با قرآن تنظیم بکن. ببین قرآن در مورد حقوق زن و شوهر چی میگه، در مورد حقوق اولاد چی میگه، در مورد تربیت فرزند چی میگه، در مورد معاملات چی میگه، در مورد سیاست چی میگه، در مورد اخلاق معاشرت چی برنامه داره، در مورد عبادت چی پیامی داره قرآن برایت، در مورد دسترسی به تکنولوژی و اسباب و وسایل قرآن چی برنامه داره. قرآن کتابی برای زندگی کردن است، نه برای مرده ها.
ولی متاسفانه به جایی که ما قرآن برداریم بفهمیم بدانیم و طبق مسائل روز ازش استفاده بکنیم و در زندگی من او را تطبیق بکنیم، ما چسبیدیم برای چی؟ ولی قرآن ثواب داره، قرآن زیاد بخوانید. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. الله میگه ما این قرآن برای راهنمایی نازل کردیم، برای شیوه صحبت کردن، راه رفتن، غذا خوردن، کار کردن، تلاش کردن، زندگی کردن، تعامل و معاشرت کردن با دیگران قرآن نشان میده. شیوه تجارت کردن، سیاست کردن، اینا همه چیزی است که در قرآن ما هست. بنابراین برادران عزیزم، خواهران عزیزم، باید تلاش بکنیم در راستای یاد گرفتن و فهمیدن قرآن، عمل کردن قرآن، تطبیق کردن قرآن در تمام عرصه‌های زندگی، تا باشد که ما موفق و کامیاب بشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خداوند ملت‌های توسط این قرآن بالا میبره و ملت‌های رو زمین میزنه. یعنی کسایی که قرآن سرنوشت زندگیشان قرار دادن، به او رو تطبیق میکنن، الله اونها را عزت میده، سرفراز و سربلند میسازه. و کسایی که قرآن رو فقط پوش کردن و داخل تاق گذاشتن و به خاطر ثواب میخوانن، این ملت ذلیل میشوند، عقب مانده میشوند، که امروز شما میبینید دیگران به وسیله این قرآن کجا رسیدن، من و خودت کجا رسیدیم. الله تبارک و تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. تا برنامه بعدی که خدمت شما عزیزان دل قرار میگیریم، همه شما رو به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.